خب ما تا به این مرحله رو پیش آوردیم و پیاده سازی که البته میتونست بولد بشه اینا. بذار ببینیم اینا بولد هستن خودشون یا نه. بله بولده، ما بولد نذاشتیم و میتونستیم در واقع بیایم اینجا تگای ای مون که این پایین هستش رو فونت ویتش رو بولد کن. من برای همه این رو نگه میدارم و میام بالا، تگ ای رو هم همین کار رو بکنم براش و بیایم در نتیجه اینا رو هم بولدش رو کنیم که خیال راحت بشه تو سایز مختلف و یه فنج که بزنید خوبه، چون خودش بولد گذاشته ما هم بولد میزنیم. البته مثل سایزش کمتر بشه، حالا تو بولد که داره میشه همچون تو پورتر هستش میتونه سایزش در واقع 14 نباشه دیگه. مثلا تو این سایز ها مثلا 12 به نظر من جواب تره. آره 12 بذاریم بهتر. مثل تغییرات یه دست خودتون باشه، خودتون تغییرات بدید و 12 سایز نرمالی هستش توی صنعت وب و اپلیکیشن. ولی شالی برنامه هم میذاریم اپلیکیشن رو هم که میتونیم در واقع از کاتلین استفاده بکنیم رو بهتون آموزش میدیم. کاتلین هم نرم افزارهای خوب زیاد داره که شما میتونید، چون اندروید استودیو من واقعا درس نمیدم به خاطر اینکه خیلی سنگینه و پروسس خیلی زیادی میگیره و این پروسس خیلی زیادی که میگیره باعث میشه که اصلا خیلی از سیستما نتونن ازش استفاده کنن. ولی خب کاتلین زبانی هستش که اونم در واقع همون شبیه به جاوا خودمونه، یه مقدار خیلی کوچیکتر و سینتکسش کوتاهتره، ساده تره و اینکه خروجی با ریاکت نیتیو اینا در واقع چیز میکنه دیگه، چی میگن مقابله میکنه. اونم خروجی اندروید و آی او اس رو به شما میده، یعنی همون هیبریدیه. ولی خب خیلی سرعتش بیشتر از اونها خواهد. حالا به هر حال میتونید در واقع روش کار بکنید و سعی میکنیم، نمیدونم شاید این پروژه نیاز داشته باشه این اتفاق بیفته، ولی خب اگه بخواد بیفته حتما قبلش یه دوره آموزشی توش میذاریم و قبلش بعدش میایم تو اینجا ای پی آی اینا رو. حالا سعی میکنم همه اینا رو پیاده کنیم. خب تا به اینجا که اوکیه همه چی، بریم اینجا ببینید اینجا که داره میاد. اولا شما میتونید، من به نظرم منو بیاد بالا بهتره یا نه بذاریم در بمونه اینجا لوگو. خب تو این سایز به نظرم لوگو نباشه بهتره، منو باشه فقط به خوبه، لوگو رو نذاریم. یا میتونید لوگو رو اینجا وسط قرارش بدین، اینا دست خودتونه. خب بیایم اینجا تو این سایز کاری بکنیم. اولا من برای این سایز رو چیکار کردم، در نظر نگرفتم چیزی رو. اگر تو این منوهای در واقع بوت استرپ نگاه کرده باشید، میان یه سه خط کشیده شده که شما روش که کلیک میکنید میاد منوتون باز میشه. مثلا به طور مثال من اینجا بیام بنویسم سیکشن و کلاس مثلا ریسپانسیو منو، خب این رو توش قرار بدم، یه اسپنم بذارم سه تا خودمون بسازیم دیگه، حالا از کسی استفاده نکنیم. بیایم اینجا طبیعتا الان بزنید هیچی نمایش داده نمیشه، تو این سایز هم هیچی نمایش داده نمیشه. ولی برم سی اس اس شو بسازم بعد بهتون میگم برای چی هست و ما اینجا بیام این زیر این سیکشن انتی چایلد تو یه فرزندی داره به نام چی، یه فرزندی داره به نام سیکشن. خب اصلا نیاز دارم اسم کلاس بذاریم براش، من چرا کلاس گذاشتم براش، اصلا نیاز دارم سیکشن. و ویدثش رو به نظرم 50 پیکسل، هیت 50 پیکسل بذاریم خوبه. یه بکگراند کالر هم بذاریم مثلا این شکلی بزنیم و یه همچین چیز زیبایی رو اینجا میبینید. خب اصلا کاری نداشته باشید،
خب به خاطر این هستش که ما اینا رو اگه بخواستیم کنار هم دیگه قرار بدیم، بعد به این سکشن کلاس منو که اون بالا هستش، بعد اصطلاحا دیسپلی فلکس رو که توی، ببخشید، این انتی چایل تو اینجا به این سکشن منو، شما سکشن دوم، سکشن دوم بعد میمدید چی میدادید؟ سکشن دومتون کو اینا هاشش، دیسپلیش رو بعد چیکار میکردید؟ دیسپلی رو بعد میمدید میکردید فلکس رو، و فلکسش رو هم در واقع فلکس فلو هم فلو رو میذاشتیم گزینه رو بذاریم با نورپ ببینیم چه شکلی میشه. خب ایشون اینجا تشریف دارن، در حالت عادی اگر ایشون نباشند ببینیم وضعیت چه حالتیه، همین حالتی که قبلا گذاشته بودیم، یعنی به این شکل بود. خب تا اینجا هم نمیخوایم باشن اینا، از اینجا به بعد میخوایم تشریف بیاره. خب اینجا جاش خوبه، خوبه دیگه، جاش خوبه، و این رو بذارم، من این رو یو ال رو سنتر سنتر گذاشتم، فلکس اینو فلکس استارت میذاشتم ببینم چه شکلی میشد. خوبه، سنتر که میذارید میاد وسط اون جایی که هستش. خوبه، حالا این نه بذارم اون سنتر باشه، من یه چیزی دیده همونم که اون سنتر گذاشتم احتمالا. خب این رو بیایم درستش کنیم که به این DH of type اومدیم فلکس دادیم نو رپ، و بیایم الاین آیتمشون رو سنتر بکنیم که هم این سنتر وایستاده هم ایشون سنتر وایستاده، الان کاملا درستن هر جفتشون. خب اینو میدونیم من میخوام چیکار کنم، اینو میخوام بچرخونم بذارمش این ور، یعنی در واقع طرف رو انگلیسی اینجا رو این که کلیک کرد اینجا مثلا زیر مناش باز بشه. خب بیایم، خب بیایم اینجا روی این بچه‌ای که اینجا تولید کردیم برگردیم که نه دیگه، بعد این انتیج آف تایپ تو که اینجا هستش ما برگردیم بگیم رو ریورس. خب که این به چرخ بره اون بر، خوب شد و 60% هم هست. یه هدینگ رایت 20 پیکسل هم بدیم بهتر شد، اگه بکگراند کالر هم بدیم طبیعتا نباید الان بیرون بزنه. چرا؟ چون باکس سایزینگ رو گذاشتیم براشون بالا. خب بزن ترتیب برنامه رو خوب انجام بدیم، بزن اینجا. خب اینم اینجا. خب بیا بریم پایین دیگه کاری نداریم. خب این که قرار نیست این باشه، قرار هست یه بوردر داشته باشه، نهایتا 2 پیکسل سالید بلک به این شکل، اصلا قشنگ نشد. و لایت گری 2 پیکسل زیاده، یعنی یک کم 50 زیاده، خیلی همچین بزرگ و یتیغور شد. اینم زیاده، کمه، 40 بهتره، و این رو هم همون 2 پیکسل این ستش بکنیم فکر کنم خیلی بهتر میشه. یکش بکنیم فکر کنم قشنگ تر میشه. آره خوبه. خب اسپنا که توش هست بریم برای اسپنا در واقع تصمیم بگیریم، اگر بگیم که اسپنا که داخلش هستش شما اولا بیاد ما یه اینجا رو یه بریس رو در واقع نذاشته بودیم، خب درستش کردیم. برگردیم بگیم که شما دیسپلایاتون باشن اولا بلاک ویدستون هم باشه 70% پدرتون، یه مارجین باتم 3 پیکسل هم بهشون بدیم، و هیتاشون هم باشه 2 پیکسل، و یه بگران کالر ایشون رو هم بهش بدیم ببینیم چه می شود. خیلی هم خوب، و به همه شون هم برگرده میگه مارجین 0 اوتو بیان وسط، خوبن.
صفر کم مارجین باتم میشه اینجا برداریم ما اینجا مثلا مقدار 5 پیکسل بذاریم که این از هم دیگه یه فاصله بگیرن. خب پدرشون یه پدینگ تاپ در حد 5 پیکسل بدید، حتما هم باکس سایزینگ رو فراخوانی کنید. مقدار بوردر باکس خوب شد. خب رنگش میتونه رنگای دیگه باشه، حالا من صرفا این رو انتخاب کنم، مثلا میتونست پینک بذاریم، نظر فکر کنم دی پینکی نبذاریم خوشگل تر بشه. آره خوبه. فقط این نکته اینا نباید تو سایز تو این سایز باشن، باید دیسپلیشون چی باشه؟ احسن تو نان من میام اینا رو برمیدارم میبرم تو سایز های دیگه هم میذارم. فقط تو سایز های دیگه ما اینجا به این نوه یا نه به این در واقع فلکس و فلکس الان آیتم رو دادیم، حواستون باشه به این های دیگه هم باید بدیم. میاید اینجا و این انتها که میرسید ایشون رو قرار میده. حالا گرچه اگه فنج بزنید دیگه اینو وجود ندارن و بیاید اینجا برای این دو فلکستون رو بردارید، کنترل سی بزنید و برای این انتی اچ داف تایپ تو هم قرار بده. خب حالا میگی برای چی میذاریم مثلا؟ خب چیز کنیم دیگه، ما در واقع میخوایم این مقدار رو فراخونی بکنیم، حالا طراحیش رو قرار میدیم که داشته باشیم. حالا تو این سایز ها نان هستش، میتونید هم نذارید، یعنی میتونید در واقع تو این سایز ها نذارید. من برای چی میذارم؟ حالا یه دل بخواه خودم، میخوام کدش رو تو اینجا داشته باشم، یه وقت اگه تصمیم گرفتم تغییرات بدم میام اینجا تغییرات بدم. اگر هم میتونید نذارید، یعنی عملا اینجا نیاز نداره چون بذاریدش، برای من گذاشتم. حالا در واقع نوع کار در واقع پیاده سازی خودم بود، میام اینجا کنترل سی رو میزنم اینجا. حالا یه مقدار ترسناک اومد قضیه، امیدوارم که کپی پیست هم درست بشه. بیام اینجا خب F5 رو میزنم تا این ست سایز نباید اینا تشریف داشته باشن دیگه، هستن ها در واقع شما نمیدیش. خب اینجا خوب تر و تمیز یه مقدار اینا با هم دیگه توی راستا نیستن. آره دارم دقت که میکنم توی یه راستا با هم دیگه نیستن. خب چه کنیم حالا که توی یه راستا با هم دیگه نیستید؟ بیایم ببینیم که وضعیت تو توی این حالت چیه. یه الای که ما اینجا داریم میبینیم و یه یولی که اینجا شما دارید از طریق اینا میبینید، خودش اینجا داره در واقع تو میگه فلکس داره استفاده میکنه. این کروم جدید من در واقع نصب کردم، نو هم که ایشون تشریف دارن، این هم که سکشنمونه، ایشون هم که به این شکل. خب یوئل و خب شما میبینید که در واقع یوئل ما بهش لیست استایل سنتر آیتم سنتر رو دادیم. میتونید در واقع بیان به الای چیکار کنیم، مثلا بیایم به LI height 30 پیکسل که دادیم یه پدینگ تاپ 5 پیکسل هم بدیم، یه باکس سایزینگ border باکس رو هم بهش بدیم. حالا باز میتونه بیشتر بشه این مقدار، آقا 10 پیکسل خوبه. بیایید اینجا برید لطف کنید به تک تک اینها، یه باید مقادیر قرار بگیریم. میایید توی این ULI و یه پدینگ تاپ 10 پیکسل و باکس سایزینگ بوردر باکس رو هم اعمال میکنید و برای این ALI هم که اینجا هستش یحتمل نه دیگه مال تگ ای خب میزنیم. الان خیلی بهتر شد، این اصطلاح میگیم چشمون رو خراب نمیکن. خب میایم بالا، من این رو میبندم باز میکنم، میایم برای این الای
لنگ و فنگا رو داره دیگه، وقتی شما میخوای پیاده بکنید این چیزها رو باید بهش دقت بکنید. فرانس چون بصری هستش باید روش دقت زیاد بشه. در هر صورت یوزر با ایشون سر کله نمیزنه، با کسی دیگه سر کله نمیزنه. خب اینم اینجا درسته. بریم تو این سایز. خب تو این سایز هم من یه کنترل دی بزنم، ایشون میشه 560 و این هم میشه 768 پیکسل. خب اولین کاری که میکنه ایشون دیگه دیسپلیش بلاک نباید، نان نخواهد بود، ایشون باید بشه بلاک. این اینجا دو، میخوام که رنگ این قضیه رو، خب اولا اینا هم بیان زیر همدیگه، هیت میت رو اینجا ببینید، میخوام شغل کنم تغییرات دادن هر قیافه رو در واقع میتونیم بزنیم. اولا هیتش رو دیگه ما نمیخوایم، فلکس هم میشه کالم، بیاد کالم بشه، بیام زیر هم دیگه و کالم ریورس بشه، چی مثلا معکوس شن، این شکلی شن، نه خیلی بالا شلوغ بشه، ولش همون کالم نوشه. بیایم روی اولی ویتسش رو گشتیم 30%شون میشه ویتسش اینهریت، دست بازه، بیاد کمپلت به این صورت بشه. یه مارجین پدینگ تاپ دادیم دیگه، نیاز نداریم به پدینگ تاپ اینا. حالا بزنیم یه تست میگیریم ببینیم آیا شاید نیاز داشته باشه. میزنید نه داشت اصلا دوار خیلی خوب هم داره. و یه مارجین باتم 20 پیکسل هم بدیم، اینو یه ذره فشار بده پایین تر، خوبه. میتونید بکگراند برای این انتخاب بکنید. خب من به نظرم بکگراند بالا رو انتخاب بکنیم بعدش نیست، حالا یه تست دیگه. بیایم اینجا، من کالر زیلا رو داشتم به خدا، و چون احتمال غریب به یقین ما چیز شده کالر، چون عوض شده یه احتمال حذف شده از روی پروژه، از روی در واقع بروزر ما. میایم اینجا اد تو کروم از زدم دیگه، اد تو کرومش کن، اد اکستنشن و منتظر بشیم که ایشون هم نصب بشه که بیاد تو کارمون. اینجا من این رو یه ذره بکشم شده، چون واقعا جز چیزایی هستش که برام مهمه. من بیام تو این سایز، بیام رنگ ایشون رو داشته باشم و مثلا این رنگیش کنیم ببینیم چی در میاد. خب به خدا من باکس شده تاپ نداده بودم، باتم داده بودم. چرا چلت باکس شادو، آها محیط ایگرک دادیم دیگه، درست. بذاریم منفی یک بدم ببینم، یا صفر بدیم. خب این بکگراند سفید، آها لایت گری اصلا برداریم اصلا. خب برداریم بر نداریم، آره ساده کنیم، او خیلی بیریخت بود. یه نکته برای من اینجا، واقعا این رنگ ها شبیه هم دیگه نیستن. آها بله من هاور دارم میکنم، ببخش توی حالت هاور نمید برش داریم. میایید اینجا لطف میکنید، ولی دلم میگه که باکس شادو رو بذاریم و میتونیم که عکس این دیگه. خب حالا اینکه به این سو اینا هاوره دیگه، حالا هاور میتونیم منش تعریف بکنیم، یا هاور هم برای این بذاریم، حالا فرق نداره. هرچی رنگ ها به هم نزدیکتر باشن اصطلاحا بهتره. هاور بکگراند کالر بیاریم توی این حالت، رنگ ایشون رو هم در بیاریم و اصطلاحا ترانزیشن رو آل 100 میلی ثانیه لینیر بزنیم. خب خدا شکر تا به حال برق نرفته، من
خیلی خوشحالم از این قضیه. تا به الان که برق نرفت. و ما هاور داریم برای ایشون تعریف میکنیم. سکشن کلاس منو 560، ماکسویت 768، 560 پیکسل، منو هاور 100 میلی ثانیه ترانزیشن و گران گالرتون. خب رنگاشون یکیه، من انتظارات بی خودی دارم از ایشون و این چرا رنگو داره اینجوری میده؟ خب الان درست شد. خب بیایم اینجا 100 میلی ثانیه خوبه، بچه زیاد چیزش نکنیم. خب این هم خوبه. اینجا بریم برای عکس یه چیز بذاریم، فیلتر بذاریم برای NTH. واه من یه فیلتر بذارم برای عکس، بچه خیلی خوش و خورم عکس. یه فیلتر بلور که نذاریم. بیایید میرید تو اینترنت یه دقیقه میزنید گوگل، میزنید فیلتر این CSS، این گراپرتون هم گراپر ما فعاله دیگه، گراپر هم فعاله انشالله. و الان باید گرپر به من میداد دیتا رو. ببینم که نیاز به فعال معال شدنی نداره. فعال نشد الان برای من. حالا اوکی. خواستم سریع اینجا دم دستم بذارم. میتونید در واقع برید گری اسکیل که نه. بلور هم نمیخوام، برایتنس هم نمیخوام، کانتراست هم نخواهیم، گری اسکیل، هیو روتیت هم نه، اینورت رو بریم امتحان بکنیم. اینجا میگه نامبر درصد، بذاریم 50% و بیایم اینجا ببینیم که تو این سایز چجوری میشه. 50% اینکه خیلی بالا بوده، 10% بذاریم. خب اون داخلش در واقع عوض میشه رنگش. بیایم گری اسکیلش کنیم. این هم بذاریم مثلا 30%، 100%. نه خب رنگش عوض بشه. بذارید ببینم چه چیزهایی دیگه میتونیم بذاریم. هیو روتیت، اوپاسیتی هم به دردم نمیخوره، ساتوریشن، ساتوریت هم میتونه در واقع بشه 50%. ببینیم چه شکلی میشه. نه 100%. ببینیم چی در میاد. نه دیگه چی؟ سپی ها رو بذاریم ببینیم چی میشه. اینم بذاریم 50%. یه چی باشه یه مقدار رنگش رو بریزیم هم دیگه. اینیشال که هیچی، اینورت هم که هیچی، هیو روتیت چی، این چه عددی میتونه بگیره، درجه 45 دیگ بهش بدیم و رنگ ها رو داره عوض میکنه ولی متاسفانه اون خاکستری ها تغییر نمیکنن چون عکس ما وکتور نگرفتیم. حالا البته این مهم نیست، من دارم چون این قرار هستش که کنتراست رو امتحان بکنیم. مثلا بزنیم 30%. نه این هم جالب نیست. برایتنس رو هم امتحان بکنیم. در نتیجه بلور برایتنس رو مثلا روشنایی بذاریم 50%. ببینیم چی هست. بکنم اینورت از همه بهتر باشه. آره بهتر شد. اومد کمپلت سا
ساختارش رو تغییر داد، این خوب است و بریم که اینا رو پیاده بکنیم. خب ایشون رو من میخوام یه به پدرشون که منو هستش ما همه چیز دادیم، یه پدینگ باتم هم بدیم در حد 20 پیکسل و مقدار باکس سایزینگ border box. چرا؟ چون نچسبن اینا، خوب شد. و بریم برای یکی پدرشون در واقع تصمیماتی بگیریم. البته برای این میشد یه بوردری، نه بوردر هم ندیم بهتر. چرا بدیم یه بوردر مثلا 2 پیکسل این مثلا سالید بلک رو هم بدیم ببینیم. بوردر باتم منظورم بود، نه از شاهکارا نکنیم. خب 1 پیکسلش چیکار میکنه؟ نه اصلا خوشگل نمیکنه. این ست چی؟ چون لایت گری باید باشه در هر صورت انگار. نه خوبه، همین شکلی خوبه. بریم که این آی ام جی اینا رو جمع جوش کنیم، بریم NTH آف تایپ 2. آف تایپ 2 در واقع سکشن هایی که اینجا وجود دارن این نو رو، خب ما اولا گشتیم این دوتا رو گشتیم چیز چی میگن ریورس، ما بذاریم کالم که بیان زیر هم دیگه. بسیار عالی. و الاینشون هم سنتره که اصلا دیگه عملا احتیاجی نیست. و جاستیفای کانتنتشون رو فلکس اند بگیریم که بیان این انتها، یا آره دیگه چپ دستن دیگه، آقا سمت چپ هر رو اینکه کلیک کنیم مثلا بیاد باز بشه. میتونه وسط باشه میتونه راست باشه، بذاریم جاستیفای فلکس اند نکنیم، فلکس استارت کنیم ببینیم چه شکلی میشه. خب وایسا کالم رپ فلکس استارت. خب اینه که الان ویتساشون، آها بذاریم ویتسشون رو هم ما 100% بکنیم اولا. و یه بکگراند کالر بدیم، من خودم گیج شدم. خب آها حالا شد، بذارم این وضعیت اینه چیه. کالم نن نورپ هن. خب دیگه اصلا نیاز نیست بحث نورپ و ایناش، هر روز هم نورب باشن سرش اشکال نداره. فلکسشون رو هم میتونیم در واقع جاستیفای سنتر بکنیم، خب تغییر نخواهن که. چرا اگه گفتین به خاطر اینکه ویتساشون 100% ویتسشون 100%. و اگر من میخوام این رو بیارم اینور باید از مارجین و یا حالا میتونم خود فلکس حتی یه پوزیشن حالا هرچی نو یو ال رو گذاشتیم. و آره این هم میشن کالم، چرا باید بیان زیر هم دیگه. آها خوب شد، تازه یه حرکتی کرد. و اینها کالم شد، نورپ هم درست، فلکس دیگه اصلا فرقی نداره حالا سنتر باشن فلان باشن هیچی. جاستیفای کانتنتشون رو دوای یو ال که شما دادید جاستیفایش رو کانتنت کردیم سنتر کرده بودیم، نیاز نیست شما چون تگ ای رو دیسپلیش رو احتمالا بلاک گذاشتیم، میتونید راحت بیاید تو این سایز و تکست الاین رو سنتر بکنه. آب خوردن اینا میان وسط، این که تو شکی نیست. اینجا یه پدینگ اضافه داریم، ما یه پدینگ داریم که این رو داره خراب میکنه. پدینگ تاپ نمیخوایم دیگه، اصلا یه پدینگ اینجا هست اینا رو اصطلاحا. آها یه چیزی هم هست ویتس اوتو، خب اینجا ویتس رو شما اینهریت میکنی که اندازه بشن و دیسپلی بلاک رو دارید دیگه. اینجاها
دیسپلی رو که بلاک کرده. خب بریم بذار سوتی هم رو جمع کنیم ببینیم چیکار کردیم. خب آها مارجین داره، ببینید اینجا داره این اتفاقات میفته، اینا نباید اتفاق بیفته. مارجین چی داریم؟ لفت. بله خب الان شد. خب اینا الان تو سکشن تایپ در واقع انتیج آف تایپ 2 هن دیگه، درسته؟ بعد اینکه لفت و رایت گذاشتیم براشون بر میدارید باکس سایزیم و از این حرف رو دیگه نداریم. خب اینم از این و لطف کنیم که اینا رو نچسبونیم، یه پدینگ تاپ میدیم در حد 20 پیکسل و باکس سایزینگ بوردر باکس. اینا حالت هایی هستش که شما باید بنویسید. خب این الان بهتر شد. خب اینم از این. خب الان فهمیدیم داریم چیکار میکنیم، حداقل خوبه. آره این رزه باید خوشگلتر بکنیم، اینجوری هم نیست صرفا اینا حالا سفید بشن مثلا تو این حالت. بعد یه هاوری هم بدیم بهشون، قشنگشون کنیم دیگه اصطلاحا. این هم که میخوام بکشمش بیارمش راست. بیا بریم روی این صحبت کنیم. این خب ایشون ویتسش 40، هیتش 40، دیسپلیش هم که بلاکه و خب دیسپلیش بلاک بوده، من نمیدونم چرا حالا مثلا دیسپلیش بلاک گذاشتم. مارجین صفر و اوتو رو بدیم بهش، ببینیم که خیلی هم تر و تمیز. و خب میخوام ببرمش راست، چجوری ببرمش راست با این وضعیت که ویتس داره. خب پدرشون که ایشون میشد دیسپلیش فلکس از کالم. خب ولی میتونیم در واقع جاستیفای کانتنتش رو فلکس اند بذاریم، ببینیم که فلکس اند گذاشتیم، استارت گذاشتیم، هیچ تغییری نمیکنه چون کالم نه. خب یه کار دیگه میشه کرد که اصلا بچرخونم این رو بیارم این ور استثناءن، فقط اینو فقط اینو من چرخوندم آوردم آرتیلش کردم، وگرنه دوست دارم این رو اینجا بذارمش. خوبه آره حالا بذارمش اینجا. پدینگ تاپ دادیم و یه کلوم پدینگ بدیم به این دیگه، پدینگش رو برداریم. تاپ رایت هم بدیم مثلا 20 پیکسل، بقیه هم که صفر نچسب اصطلاحا. 20 زیاده، 10 تا خیلی شد. خب مثلا هاور هم بشه این رنگش عوض شه روی گزینه. خب شما سکشن رو باید حواستون باشه که گزینش کرسرش رو قسمت رو پوینتر کنید. اینا رو میتونید در نظر بگیرید که میاد اینجا میخواد یه کلیک اتفاق بیفته. و این هم که به این شه بریم هاور اینا رو هم بنویسیم. این تگ ای هاور حالا درسته اینا رو براش گذاشتیم، ولی مثلا بکگراند کالرشون رو هم به نظرم اف اف بذاریم بدک نمیشه. خیلی بدک شد. بریم اینجا یه لاین هیت بذارم اول من برای اینا. لاین هیت هیت هم ندادیم ما به این تگای. آها 30 پیکسل چرا دادم دیگه 30 پیکسل که دقیقا وسط قرار بگیرم. به نظرم پینک بدیم بدک نمیشه. حالا زید پینکش رو ذره کمتر کنیم به نظرم بدک نمیشه. حتی توند هم بود خوب بود اینجا هم باشه خوبه. فقط این رو دیگه آبی نذاریم یا اصطلاحا هم سفید بذاریم به نظرم بهتر میشه رنگشون رو. اف 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 بذاریم خب چون توی این سایز ها به ما چیز ندادن در واقع ما
فتوشاپ برای ما همچین چیزایی رو نذاشتن که بتونیم حدس بزنیم چه رنگی. من لذا خودم تصمیم گرفتم اینجوری درش کنم. خب بیام یه کاری کنیم دیگه. خب آنها میبینید اینا هم دیگه چسبیدن. لطف میکنید به این یه مارجین باطن 10 پیکسل هم میدید که نچسبیده باشه. خوبه، آره خوبه، تو حالت عادی هم. فقط این رنگش یه ذره همچه تیره هست این تگ ای. اینجا یه ذره روشنترش کنیم، مثلا تو این سایز رو ببریم، به نظرم خوب باشه. آره باز بهتر شد، آره خوبه دیگه، زیادم باش بازی نکن. خب اینا رو بعد چیکار کنید؟ فقط شما لطف میکنید سکشنر رو که اینجا دارید، یعنی نف که هستش، این نفتون رو چیکار میکنید؟ دیسپلیش رو چیکار میکنید؟ نان میکنید، آن میکنی و ایشون دیگه تشریف نخواهند داشت. من قرار هستش که روشون که کلیک بکنم، میتونید روی در واقع هاور هم که میشه بیایم و یه هاور هم براش بنویسیم دیگه. بیایم اینجا و بنویسیم که شما یه هاور هم شدی، مثلا این اسپنات یه بلکه گیرینی هم بگیرن ثواب داره مثلا، و یه ترانزیشن حالا مثلا 100 میلی ثانیه لینیر هم بهش بدیم. خب وایس وایس دارم یه سیکشن هاور که شدی، هاور که شدی اسپنات بگیران کارش بشه. خب یه کنترل F5 بزن. چرا عوض نشد؟ تو ربطی نداره ولی خب اوکی. این فکر کنم به خاطر این چیزه بود، هاوره بود اینجوری بود یا این اینجوری بود، فکر کنم واسه این بودش. حواستون باشه اینجوری نشه. و رنگ دورش هم مثلا بوردرش، نه دیگه ولش کن خیلی دیگه، بعد کد بزنیم ولش کن، همین خوبه قشنگش کرد. حالا بعد داریم جاوا اسکریپت شو بنویسیم، بریم تو فیلم بعد.